یه گاو داریم 400 تا گاو این دامداری داشتم، 300 تا 400 تا گاو داشتم. الان یه ساله که نهاد دامی هیچی به ما نمیدن، فقط میگن میدیم، دادنم دارن میدن، یه تون کنسانتره برجی میدن، یه تون کنسانتره اصلا به مال من میرسه، میریم اینور اونور میگم آخا درشه میدیم بهتان. سوس آزاد بوده به ما میدادن 3500، الان 20 روز هفتمم گیر ما نمیاد، قاچاقش کردن گیر ما نمیاد، دولت هم هی میگه حمایتت میکنه. این گاوداری 4 تا کارگر بالا من نون میخورده، خیلی کنارهای کشیده بوده، 4 تا کارگر باید توجه کردنش بوده. الان کارگرام کلا رفتم، پولم ندارم که مزد کارگره بدم، مالم که الان میگه پشتیبانی میکشه، پشتیبانی 20 روز دوره کشتارش اشته کنار، تا میکش خوب بود، رفتیم نوبت دادیم، نفر 451 بودیم، روزی یک یونگ بکشه میشه چند وقت میشه؟ 2 سال دیگه نوبت من میشه مالم بکشم. این کدام قانونه که بستر میگه مالم میبینی چاقه؟ الان به حکم باهم بروشم نمیخرش. دامداری 200 رأسی هست داریم، با این وضعیت اقتصادی امسال، با این وضعیت نهادها امسال خورده به مشکل خوردیم. خورده قیمت نهادها بالاست، قیمت گوشت پایینه، جوابگون نیست، داریم ضرر میکنیم، داریم دامداری ها جمع میشه الان، خیلی وضعیت دامداری خرابه امسال. قیمت دولتی الان کیلوی 3500 تن داره نهاده با ما میده، ولی نهادش قیمتش خوبه، ولی به خاطر اینکه کمه داره در برج 4 تن به ما بار میده، جوابگوی کار ما نیست. داریم تو بازار آزاد تهیه میکنیم به قیمت 7500 تومن نهاده میخریم، ولی با قیمت 7500 تومن جوابگو نیست. با این قیمت گوشتی که الان با کیلوی 59000 تومن داریم میفروشیم جواب نمیده. توی امسال سالی که گذشته اینجا 200 رأس بود، الان تبدیل به 120 رأس شده، 70 رأسش 80 رأسش فروخته شده، اصلا جوابگو نیست، ضرر کرده، یعنی خودشون رو دارن میخورن. اون 70 رأسی که الان فروختیم دادیم، این 120 رأس خوردن، به فکر جمع کردن هم افتادیم، ولی با این پولی که الان داریم چیزی نمیتونیم بخریم، کاری نگه نمیشه کنی. الان همه چیز گرونه، دارو هم الان خیلی قیمتش بالاست، واکسن گرونه، دارو ها اصلا جواب اکی جواب نمیده، یکم قیمتشون بالاست. الان هر دام داره 500000 تومان، 1 میلیون تومان داره واکسن میخوره، هر دام 560000 تومان داره دارو میخوره، اصلا جوابگو نیست، داروها خیلی به اندازه بالاست. ما حدود 18 سال تا 20 سال تو زمینه دامداری هم هزینه کردیم، هم وقت گذاشتیم، هم سرمایه گذاری های زیادی کردیم، ولی متاسفانه با مشکلاتی که به وجود آوردن و داشت دامداری نتونستیم ادامه بدیم، یعنی برامون معلوم به صرفه نبود که ما بتونیم ادامه بدیم، چه از نظر فروش دام، چه از نظر اوضاع ذرت، علوفه، همه چی اصلا قابل مقایسه نبود با شغلای دیگه. دامداری واقعا نمیدونم حالا خواسته یا ناخواسته مشکلاتی داره که واقعا دامدارایی که در حد پایین هستن کلا نابود شدن، یعنی دیگه دامداری وجود نداره اصلا. داود آبادی که حدود نمیدونم حالا 25000 30000 دام بوده الان نیست دیگه، واقعا دامی توش وجود نداره، یعنی یه کاری کردن، یه جوری رفتار کردن که سرمایه‌های مردم هیچی شد. خودمون نتونستیم دیگه واقعا ادامه بدیم، نتونستیم که یعنی نمیشد، واقعا نمیشد، جور در نمی اومد، با خزینه‌ای که می‌ذاشتیم، سرمایه‌ای که می‌خوابوندیم، پولی از توش در نمی اومد، همش ضرر بود. دیدیم ادامه به ضرر واقعا دیگه عقلانیتش درست نیست. ما هم جمع کردیم اومدیم تو کار صنعت، الان هم 35 تا کارگر داریم، همه چی فعلا خوبه، همه چی رو روال از نظر صنعتی، ولی از نظر دامداری همه چی نابوده، چون واقعا هیچ کی حمایت نمی‌کنه. بحث همین نهادهای دامی که الان میگن ما سهمیه میدیم به دامدارا، ولی متاسفانه سهمیه اسمش سهمیه، دامداری که 200 رأس گوساله داره میان اینا ماهی 10 تن بهش میدن یا ماهی 5 تن بهش میدن، اونم یه ماه میدن، یه ماه به بهانه های واهی عقب میندازن یا هر جوری بتونن از اونم فرار میکنن، ولی دامدار واقعا هیچ چاره ای نداره. از اینور پشتیبانی میاد اعلام میکنه که ما دام 4 تن رو میخریم، باید بری اونجا ثبت نام کنی، تو صف وایسی، دامی که الان موقع کشتارشه تو صف وایسی که کی پشتیبانی میخواد به شما زنگ بزنه نوبتتو راه بندازه، میشه 2 ماه دیگه، میشه 3 ماه دیگه، این دام داره علوفه به این گرونی و الکی میخوره،
چون تولید نداره اصلا دیگه، موقعی که گاو به اون وزن خودش رسید دیگه نگه داشتنش هیچ صلاح نیست. ولی خب اینا رو همه میدونن، این مشکلاتی که من الان دارم مطرح میکنم همه رو مسئولینی که تو هیته دامداری مسئول هستن میدونن، یعنی گفتنش همچه لطفی هم نداره، چون خودشون میدونن که ما مشکلات داریم، چون خودشون میدونن ما تو دارو مشکل داریم، تو فروش دام مشکل داریم، تو علوفه، تو ذخیره، تو همه چی مشکل داریم، تو نهادهای دامی مشکل داریم، ولی دلیل اینکه این مشکلات حل نمیشه رو هیچکی نمیدونه. دامداری که مثلا 500 رأس گوساله داشته الان داره با 100 رأس یا نهایتاً 70-80 رأس داره ادامه میده، اونم فقط دلیلش اینه که اومده هزینه کرده، دامداری ساخته، مثل ما دامداری ساخته، نمیدونم حالا 500 میلیون 600 میلیون 1 میلیارد هزینه کرده 20 سال پیش، با پول 20 سال پیش 1 میلیارد هزینه کرده ساخته دامداریو، ولی الان نمیتونه ادامه بده. نه اون ملکی که ساخته قابل فروشه، یعنی اون ملک فقط به درد دامداری میخوره، نه اون قابل فروشه که بتونه بفروشه بره دنبال یه کار دیگه، دنبال یه شغل دیگه، نه میتونه کاری کنه، میتونه ادامه بده. این قسمت هم سیلو ذرت علوفه دامداری بود که واقعا هزینه کردیم ساختیم، کلی پول خرج کردیم تا اینجا رو ساختیم، ولی الان اجبارا داریم پرش میکنیم، چون دیگه واقعا به کارمون نمیاد، هیچ امیدی هم به این که دامداری ها بهتر بشه نداریم، داریم پرش میکنیم که ان شاءالله جاشو یه سوله صنعتی دیگه بندازیم.